د کوم کوټهسته سلام درنه و وړاندې کوم په پاس خبر کې به نن شپه پر دې وغه کې ګو چې د کندوس په عملیاتو کې د افغان امنیتی ځواکونو رول څډولو تر دې ورسې راتلون کې عملیات شي په ځنګړې توګه د افغان ځنګړو امنیتی ځواکونو چې د ملي اردو په لیکو کې دي څډول وی او هغه غواخونه چې اوس افغانستان سره مخامخ دی د امنیتی لهالزه وایت سره ول مرفوشي پر همدې مسالو تمکیګو تر هغه مخکې چې په دی اړه په سپیل کولو سره به په سټوډیو کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو قماندان خاغله یفتلی وی چې تاسو ملټیا وړمه اوس لانډ د ماخلو تاسو بیا هم خره و پس از خبر ګورئ رو سره په که کې هم دا بعد ځنګړو ګډو قیتو قومندان خغلی جلال الدین یفتلی ده آقای یفتلی به شما خوش آمدید میگیم خیلی سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو پذیرفتین سوال خود را از همین آغاز میکنیم که نخست برای ما از ماجرای عملیاتتان که در کندوز راه اندازی کردین به لطف کرده معلومات دهید بسم الله الرحمن الرحیم در قدم نخست سلام میفرستم به همه ملت افغانستان و درودی بی پایان به همه شهدای نیروی امنیتی افغانستان خصوص اون در سربازایم که در راه آزادی و رفاه وطن جام شهادت را نوشیدن بر روی پاکشان درود میفرستم و عملیات قندوز شکلی بود یک عملیات ناگهانی دشمن حجوم آورد بالای قندوز و توانستن که قندوز شهر قندوز تصرف بکنن و در اونجا نیروهای امنیتی تا نیستن یک خط مدافعی را ایجاد بکنن در اطراف میدانی هوایی کندوز دوگه دشمن به امید یزی بود که گپ ختم است دوگه ما قندوز تصرف کردیم با ارزوی رفتن به طرف ولایت بغلان و طرف ولایت تخار بودن خوشبختانه وزارت دفاع ملی و استرد تصمیم گرفتن به ایزام قطعه خاص قوات مشترک همزمان در میدان هوایی رسیدیم و همون شب عملیات آغاز کردیم و در نتیجه عملیاتی نیروهای ویژه دشمن تلفات سنگینی به جا گذاشتن و مورالشان هم اموتری که بود مورالشان شکست جسدایشان در میدان افتاد و دشمن بسیار یک ضربه سنگینی خورد اموتری که میگن قطعه خاص و قابان پروازان واقعا به سرعت رسیدن به سرعت عمل کردند و به سرعت دشمنش شکست دادن. چگونه از چند نفر بودین و بالاخره از تکتیک که استفاده کردین به وقت خیلی کم چطور تانستین که طالبان مسلح را شکست بودین در منطقه؟ از نامش پیداست قطعه خاص اه. وقتی که قطعه خاص شد تکتیکش هم خاص می باشه تجهیزاتش هم خاص می باشه و عملش هم خاص می باشه. دقیقاً تکتیک های ما همیش بسیار سرعت بخش می باشد با یک سرعت کامل و با وقت کم دشمن از ضربه آنی می زنیم و پس می آییم به قرارگاه اصلی خود و جای ما را نیروهای امنیتی دیگر می گیره. چند افراد بودین؟ افراد ما همیش در سطح بلوک گرفته که در حدود سی نفر و 40 نفر و تعداد دشمن هم از یک هزار به بالا بودن و اینمی چل نفر تانستن که جلوی دشمن هم بگیرن و دشمن هم شکست بتن و دشمن هم به زانو خم کنن <متصفح> خب حالا در افغانستان چندین ولایت از بغلان، تخار، فاریاب، فرا و ولایت های دیگر افغانستان به شمول بعضی از ولایت های جنوبی افغانستان همچون وضعیت داره فعالیت ها و تحرکات مخالفین مسلح در افغانستان همین کنون هم جریان دارد وقت شما یادآوری میکنین که با سی الا چل نفر شما تانستین در قطعات خاص البته کماندو یا ویژه ارتش در این حالت در دیگه ولایت ها چی است که بالاخره عملیات خود را راه اندازی بکنیم و حالا افغانستان با وضعیتی که روبرو شده از از لحاظ امنیتی باید خوبتر شد پس ما جا داره بر بگردم به اصل ویژگی های خاص قیته ویژه ارتش مشترک از سه ارگان است اردوی ملی، پلیس ملی و امنیتی ملی تنها عملیات ما منحصیر به یک ولایت قندوز و فاریاب و هلمند نمی در سراسر افغانستان هر جایی که ضرورت باشه آن ما استخدام بشیم همیشه عملیات ما هوایی می باشه. اگر قندوز باشه، فاریاب باشه، هلمان قندهار هر گوشه افغانستان با وقت و زمان میرسیم و به وقت و زمان عملیات خود اجرا میکنیم ما به باور کامل گفته میتونم از تاسیس قتا تا اکنون قتا شکست نخورده و در هر جایی که رفته پیروزمندانه عملیات اجرا کرده بازگشت کرده نمونه مثال برتون گفته میتونم عملیات موساقله عملیات شورابک عملیاتی که در اواخر داشتیم در دا ولایت قندوز در هر جایی که قطه خاص حرکت کرده و دشمن ضربه قوی زده و دشمن شکست خورده حالا اگر برگردیم امروز گزارش هایی که ما داشتیم در ولسوالی غوریان ولایت هرات هم البته تحرکات مخالفین دیده شده و گفته شده که تعمیر قماندانی امنیه و همچنان ولسوالی به دست اونها افتیدن در همچی حالات شما چیگونه عمل میکنه بالاخره امروز هم درگیری جریان داره در چندین نکات افغانستان به شمول غوریان چی وقت شما عمل میکنین و عملتان چگونه باید باشه راه کرد چی است که باید وارد عمل شوید ما خدمت عرض بکنم او تصمیم وزارت دفاع و ستردرسیز است اونا هر زمان که لازم دیدن به ما لازم باشه همزمان به با ما قمنده میکنن و ما آماده حرکت میشیم در مدت بسیار کوتاه به موقع می رسیم و عملیات خود آغاز می کنیم حتما فعلا لازم ندیدن ما را به اوجا ایزام نکردن ما فعلا در نقاط مختلف کشور شامل عملیات هستیم و هر وقت که لازم شد ما به او طرف حرکت می کنیم میریم همزمان در چند نکات می توانین عملیات را راه اندازی بکنید؟ قبلا هم خدمت عرض کردم که در تمام ولایت افغانستان هر جایی که لازم باشد همزمان میتونیم در ده ولایات در هشت ولایات در نو ولایات در هر جایی که لازم دیده جناب لوی دریسی باشه ما در اوجا میریم عملیات خدا خب حالا ماریم. چرا وارد عمل نمیشین در حالتی که فعلا افغانستان با او در چندین ولایت که یادوری شد درگیری شدید جریان داره منتظر کدام وقت هستین شما و بالاخره خواسته های شما چی از در همچی حالات شما چی میخواین که باید بکنین؟ چون نیروهای امنیتی به قدر کافی حتما در اوجا هست بازم ما تکرار میکنم نیروهای امنیتی در قدر کافی هست ولی ما... انجا که مسئولین امنیتی بودن برای ما گفتن که قوای امنیتی در انجا از لحاظ کمیت کفایت نمیکنه بالاخره امو بود که چندین دفعه مسئله تکرار شد و ولسوالی و... ها را از دست دادیم فعلا کماندوهای افغانستان در اوجا حضور دارند همین لحظه اونا به او طرف حرکت کردن رفتن و قیته خاص ما فعلا شامل عملیات در کندوز هستند و در اوجا عملیات دارند و به شکل طرف دیگری هم پلان داریم که قیته خاص حرکت کنه برای و چون در اونجا لزوم دید استردرسیز و وزارت دفاع نبوده ما را به اوجا ایزام نکردن هر وقت که لزوم دید باشه ما حرکت میکنیم چرا وقت شما عمل میکنین در حالت که سخت نیاز است بر شما شما گفته میشه به آنجا نمیرسن و مسئولینی که در ولایات هستن و در مناطق دوست دو در افغانستان هستن اونا همیشه شکایت کردن که با وقت اساسی و وقتی که ما نیاز زیاد داریم اینا نمیرسن چون در اسکری یک سلسله مراتب است در قانون وجود داره باز هم میگم هر وقتی که جناب لوی سی سیب و یا جناب وزیر سیب اونا لازم دادن همزمان ما را در هر جا استعمال نمیکنند در هر جای در جایی که بسیار اشد مبرم ضرورت باشه در روز ما را دیسان میکنن و ما را استعمال میکنن حتما در اوجا لازم نبوده شما قبلا یادوری کردین کماندان سیب که شما از لحاظ عملیات هوایی عمل میکنین از لحاظ عملیات زمینی هم برنامه شما دارین وقتی که ضرورت باشه شما وارد عمل میشین در راسته یا خیر؟ بله ما هم از طریق هوا و هم از طریق زمین ما در دو حالت وظیفه را اجرا میکنیم بیشتر عملیات را که ما اجرا میکنیم عملیات های شبان است اکثر عملیات را که ما در افغانستان از سال 2009 تا فعلا اجرا کردیم ما عملیات های شبانه را اجرا کردیم و در روز تصادف یک دفعه اگر شده باشه دیگر ما عملیات های شبانه را اجرا میکنیم هم از طریق هوا و هم از طریق زمین عملیات ها را اجرا میکنیم خب حالا در افغانستان وقت وضعیت را ما میبینیم تحلیل های وجود داره گزارش های خیلی زیاد داریم از لحاظ نامنی ها در ولایت مختلف افغانستان در همچو حالات شما پلان دارین دقیق که باید وارد عمل شوین یا باز هم شما برمیگردین به با مسئله که باید لوید و یا وزیر دفاع برای شما امر بکنند در غیر از شما خودتان وضعیت دیده پلان را می سازین یا خیر؟ ما خدمتتان به عرض برسانم این قطعه خاص مربوط می شود به استردرسیز <تصفح> ما در چوکات استردرسیز تنظیم هستیم و به قمانده جناب لوی درستیز وظایف اجرا میکنیم و به هدایت وزیر سیب دفاع و این قطعه مربوط می شود به وزارت دفاع و مشترک است از سه ارگان هر زمانی که سه ارگان موافقه کرد در راست جناب لودریسه ما عمل میشه وقتی شما عملیات را انجام میتین چی وقت شما زیادتر نیاز دارین با از لحاظ وسایل شما آیا طور که اگر شما یادوری هم کردین که مجهز هستین ولی افغانستان است یک چیزی که عمدتا گفته میشه و دلیل عمده که مسئولین بلند رتبه امنیتی افغانستان میگن میگن ما یک کوه مجهز هوایی نداریم این برای شما هم مشکل زا است در عملیات یا خیر چون ما از سال 2009 یک مدتی عملیات مشترک بود امروی نیروهای اطلاف از هلیکوپتر های از وای استفاده میکردیم بعدا از سال 2010-2011 ما هلیکوپتر داشتیم البته مربوط قوای هوایی افغانستان می شود اونا هم قادر به ایسته که عملیات های شبانه را اجرا بکنن ما فعلا با کمک کمی تخنیکی نیروهای اطلاف عملیات های شبانه را توسط قوای هوایی خودمون عملیات های شبانه را اجرا میکنیم بله ما مشکلات خود داریم در بخش هوایی حتما از او سالایی که 2009، 2008، 2007 بود فعلا ما قادر به این شدیم که عملیات شبانه را از طریق هلیکوپترهای خود و مستقلانه خودمان اجرا بکنیم از انواع هلیکوپتر و وسایتی که شما نیاز دارین بالاخره در میدان نبرد تعدادش با تعدادش به چی حد میرسه و آیا بسنده است برای انجام عملیاتتان گرد شما در صحبت های به این مسئله اشاره کردیم ولی واضح تر اگه چون ما قومندان قطعه خاص هستم قومندان قوای هوایی نیستم و قمان میشوه که سوال شما امرای قوای هوایی مطرح بکنید ولی شما گفتین که کار مشترک است وقتی که شما در این مسئله مشترک حرکت میکنین طبیعی است که نیازهای حمایت های هوایی هم با خود می داشته باشین در این راستا تیاره هایی که شما استفاده می کنین چرخ بالها ها چی است؟ ولی ما اکثرا تیاره های استفاده میکنیم کنیم ها به حدی که ما نیاز داشته باشیم پیشنهاد بکنیم به مو حد برای ما داده می شوه. اما مشکل داریم مشکل در تعدادشان داریم در کمیتشان داریم البته با او حدی نداریم که هر لحظه خواسته باشیم اون را اجرا کنیم از لحاظ کیفیت چطور از لحاظ کیفیت بسیار تا فعلا هر قدر عملیات که ما توسط تیارای قوی هوایی اجرا کردیم از لحاظ کیفیت خوب از کیفیت خوب برخوردار هستند ما مشکل تا هنوز ندیدیم و وسایت که در نبرد های زمینی شما از استفاده میکنین وسایت زرهی وجود دارن با شما به حد کافی است و یا مشکلات اگر در افغانستان بیشتر از این تهدید های امنیتی زیاد شد جوابگوی همزمان هستن و یا خیر ما از لحاظ وسایت چون قیته خاص قرار است که همه عملیاتاشون هوایی باشه ولی ما به حدی که خودمون لازم دیدیم پیشنهاد کردیم همو تعداد وسایتی که برای ما برای فعلا به عملیات همون کفایت میکنه او تعداد وسایت ما با خود داریم و بسنده است برای ما اگر سوال تاوری مطرح کنم آقای یفتلی که افغانستان همیشه دادشانی بوده که برای ما وسایل و تجهیزات مدرن باید داده شود تا ما بتانیم از خود با خوبی دفاع کرده بتانیم نیازهای عمومی که شما به او پرداختین تا حال و خواسته باشین که این مسئله را به ازان امام برسانین و با حکومت هم شریک بسازین کدام موارد است که نیازهای شدید دارین و خواسته چی است فعلا نیازی که بسیار مبرم و سری زبانام هست و او را همه مردم افغانستان میدونه او فال کردنی قوای هوایی و قوای دفاعی کشور است در وقتی که ما تیارای جنگی تیارای فعلا قوای هوایی ما فال است قوای دفاعی ما که تیارای جد مربوط میشه به تیارای جد یا فال نیستند. یگانه نیاز مبرمی ما توبچیست هوایی است تیارای به مفکن است که قوای زمینی را بتانه حمایه خوب کنه توبچی ما بتانه حمایه آتش خوب داشته باشه و دفاع از ما باز دو وقت ما نیازی به چیز نمی داشته باشیم دیگر از لیازی که از لیازی پرسونل از لیازی تجهیزات مدرین فعلا همون سلایی که ما به دست داریم و اون سلا ناتو هم داره و همون تجهیزاتی که ما داریم و تجهیزات هم ناتو هم داره همه آن چیزی که یک سربازی ناتو داره یک سرباز قطعه خاص هم داره برای فعلا مشکلی که ما داریم مشکلی هوایی است خب حالا من هست یک فرمانده که شما اشاره کردین و در سخت‌ترین شرایط یا شما را گفته میتونیم بگوییم که یار شرایط سخت نبرد هستن و در حالت وارد میدان میشن و وارد عمل میشن از جامعه جهانی چیگونه شما ارزیابی میکنین و دیدگاه شما در این مورد چی بود آیا تانست با شما همکاری لازم بکنه یا نه هنوز در مرا هستن یا خواسته های دیگه هم از جامعه جهانی دارین و صداقتی که همیشه از جامعه جهانی و بخصوص در رأس امریکا دیده میشد گفته میشه که اونا در این مورد زیادتر توجه نمیکنه در این حال میخوام یادوری بکنم آقای یفتری که امریکایی ها همیشه یادوری میکنه که هنوز افغان ها از لحاظ لیاقت و, و وارد به خاطر ارتقای ظرفیتشان تا نرسیده که باید اینا خودشان عملیات را راه بکنن خصوصا از لحاظ هوایی این مسئله را شما تایید میکنین یا خیر و همچنان مسئله قبلی که جامعه جهانی که شما واقعا خواسته باشین چی است که توقعات باشه ما خدمتتون برز برسونم رو مطرح میکنم که در حقیقت ایالات متحده امریکا یا ناتو یگان زن و گمان که داشتن که شاید نیروی امنیتی افغانستان خودکفا نشده باشه و از خود دفاع کرده نتانسته باشه ولی جنگ قندوس برای از اینا ثابت ساخت که واقعیت نیروهای امنیتی افغانستان از سرزمینشان دفاع کرده میتونن پس ما فکر میکنم که امی جنگ قندوز بود که ایالات متحده امریکا را و جامعه جهانی را وادار به ساخت که یک بار دیگر یا پشتیبانیشان را از حکومت افغانستان از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانیشان را اعلام بکنن و بگوین که ما بعد از این نیروهای افغانستان را تجهیز میکنیم و خودشانم اعلان کردن که ما در صدد یدیس که بیشتر سر تجهیزات اردو سر تلیم و تربیه اردو سر حمایت و پشتیبانی اردو تمرکز بکنیم البته امی عملیات اخیر قندوز همه را امیدوار به این ساخت که نیروهای امنیتی افغانستان واقعا میتونن از سرزمینشان از مردمشان دفاع بکنن و قادر به هم هستن در چندین نبرد هایی که در اخیر رخ داده یک چیز دیده میشه که حالا تحلیل های در این مورد وجود داره و کارشناسان مسائل نظامی به این میپردازون میگن که روحی قوای افغانستان به طوری که باید و شاید می بود و لازمی است که باید داشته باشند حالا در حالت تضعیف است قبول دارین یعنی و در واقعیت اخیر نشان داده میشه که تسلیم دهی قماندانی های امنیه و مراکز و کندک های اردو و پلیس تسلیم میشن به سادگی علت شما در چی میبینین و اگر در این حال ایران بگوین که چگونه میتان میتانیم بالای روحی قوه افغانستان و سربازان افغانستان باید کار کنیم ما با باور کامل میگم ما در سطح البته اردو گپ نمیزنم در سطح امنیتی گپ نمیزنم فقط ما در سطح یک قیته گپ میزنم که ما قومندان از اون هستم ما ولی نبرد در این حال مربوط هم میشه و هر سربازی که نبرد است روحیه کار مربوط هم میشه باز میتونین شما این را از سخنگوی وزارت خارج دفاع بشنوین ولی ما با سوال شما رو پاسخ میگم که روحیه که در وجود نیروهای امنیتی است روحیه که در وجود نیروهای امنیتی افغانستان است تا به حال مشاهدش در هیچ اردوی دنیا نمیبینم با واقعیت از لیاز عقیده خوب یک مسلمان واقعی و از لیاز مورال خوب مورال عالی دارن و از لیاز باورمندی باور بایستن مرک به ایستن که مرگ به دست پروردگار است نه مرگ به دست طالب دایش انسان یک بار میمره مرگ به سراغ انسان یک بار میآید اردوی ملی نیروهای امنیتی به با ای باور هستند به با باور هستند که ما دیگه ذلت قبول نمی کنیم چون عملکرد اخیر طالبا در قندوز به ما ثابت ساخت که ای, ای طالب نه تنها ضد مسلمان ضد افغان نیست بلکه ضد بشریت ضد اطفال ضد انسان ضد حیوان ضد حیوان است تا به این اساس شده نیروهای امنیتی شما بسیار از یک مورال بالا برخوردار اما ایرک شما گفتین یک انجا تغییرات میه این جنگ است در جنگ پیشروی یا قبر نشینی این یک ای 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 طبیعتی جنگ است در این ما گفته نمیتونیم که امروز یک طوله اردوی ملی اقام نشینی کرد یا یک کندک اقام نشینی کرد میشوه جنگ است ولی یک بار این روخ ای ای نداد آقای افتالی من حیث یک سرباز نخست و بعد هم یک فرمانده که یک قطعه خاص ره، رهنمایی و رهبری میکنن شما نظرتان در این مورد چیست تا جایی که از ولایت ها گزارش ها میرسد تا مطبوعات گفته میشه از طرف مسئولین و قومندان های محل که اینا بارها تقاضا میکنن از حکومت مرکزی که باید اینا را حمایت بکنن و بالاخره قوای خاصی بفرستند شما را یگان دفعه اونا یادآوری میکنن که شما هم باید صحنه حاضر باشین چون شرایط سخت میبر شما مسئله می وقتی به اونا حمایه نمیرسه و با پاسخشان لبای گفته نمیشه و رد میشه بعد ایره ای را چیگونه یک ارزیابی میکنین شما که قوای امنیتی خود به خود تسلیم میشن اینجا فکر نمیکنین که از مرکز رو بالای روی نظامیان تاثیر گذار است بالاخره اصلا ما ای را, ای تو را از ارزیابی میکنم خدمتتان برسانم که در قسمتی بعضی از پوسته ها دشمن یک نو کمپاین داره کоمپاینи دشمن به ی مъنا وقتی ک جنг آغоز میکنه او سربоز وادоر مо بоз وادоر میسоه ک طر ب کسе ک ارتباط اره ب کسе ک ارتباط اрه تلیفون مکن به او یا یک شکلи کمپаینи خو آغоз مکنه ک گویا مтبوعоت جلب توجه بکуنه ک ن سربоز د ی جо محاсره شуده محосره قаرار дاрه ولی ده. وقت خود خود قماندانای اجازبت محلی مسئله را میکنه اجازه اجازه وقتی که شکل کمپاینی را آغاز میکنه دشمن در اینجا در اونجا سرباز ما مهمات هم داره مرمی هم داره و جنگ هم باید بکنه اما ای که در اونجا کمپاین ها آغاز میشه و بالای نیروهای امنیتی که علا تسلیم شد ایتر شد اوتر ای شد،, ای شد در حالی که اوتر نیست میخواهند که خودشان رویه سرباز ما را ضعیف بسازن و او را آماده کنن به تسلیمی ما در اینجا قطعا موافق نیستم که در هر جایی که دولت دولت کمک خواسته باشه و در اونجا به وقت زمان شاید یک مقداری شده باشه کمی کاسی وجود داشته باشه اما اوتر نیست آقای یفتلی بسیار تشکر از شما بشارت.